سلام های گرم خود را حضور همه بینندگان معزز برنامه علمی و معنوی اسرار معرفت تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، در این ساعت میخواهیم توجه خود و شما را به یکی از سوره های قرآن عظیم الشان و با ترجمه و تفسیر مختصرش بکشانیم. این سوره است سوره والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر یا زمانه، انسان ها همه در خساره و زیانند، بجز کسانی که ایمان آورده اند و اعمال شایسته و فعالیت های نیکو انجام می دهند و همدیگر خود را به حق توصیه می کنند و در راه توصیه نمودن حق و فعالیت های خوب صبر و شکبایی می کنند و هم دیگر خود را هم به صبر شکبایی توصیه می کنند. صدق الله المولانا العظیم. تفسیر مختصر در حدود توان نهایت ناچیز ما و در نظر گرفتن وقت گرانبهای شما عزیزا. هر کلمه که در این سوره تذکر رفته او را جداگانه زیر تجزیه و تحلیل قرار میده. اول ببینیم عصر چی است. دوستان عزیز، میدانند که جهان ما از ماده و انرژی خلق شده و همچنان یکی از ابعاد نهایت عمده و مهم این جهان ما عبارت از وقت یا زمان و یا تایم می باشد. هر فعالیتی که در این جهان به دست انسان و یا به دست خداوند متعال صورت می گیرد مقید به زمان و وقت می باشد. ببینین زمین چرخش داره، ولیکن چرخش زمین باید در 24 ساعت طی شود، یعنی مقید به زمان است. اگر این چرخش زمین 24 ساعت نه بلکه 23 ساعت میشد و یا 23 ساعت و 58 دقیقه میشد، میدانین که تأثیرات عمده بالای تمام زندگی ما و شما داشت و میداشت. شما وقتی با تایم میخواهید نگاه کنین، با ساعت خود نگاه میکنین و یا با سلفون خود نگاه میکنین، به این معنا که ای گذشت تایم در سلفون شما کاملا مطابقت داره با چرخش زمین دور محورش. و اگر این زمین با دور محور خود آهسته تر یا سریع تر بچرخه، او وقت با این وقت مطابقت نخواهد داشت و تمام اسکیجول های مغلق امروزی ما، کمپیوتر های ما همش بر هم میخوره. پرواز طیارات دور مثال براتون بگم، در فضا تصادم ها خواد کردن. چرا؟ هر کدام مطابق یک تقسیم اوقات معین در حرکت هستن و وقتی پایین میشن باید در اون رنوی دیگه طیاره نباشه. پس خلاصه میگیم که تایم یا وقت
یک بود نهایت اساسی و عمده عالم هستی کره زمین و زندگی هر فرد ما شما است و می باشد. و اینچنین عمر خود ما شما متشکل از سالها است. سال متشکل از ماها، ماها متشکل از روزها است، روزها متشکل از دقایق و ثانیه ها. و دانشمندا، ساینتیست ها از ابتدای که به جهان با تکنولوژی و ساینس آشنا شدن همیشه نهایت غور عمیق کردن که تایم چی است، ولیکن باز هم به کنه این موضوع نرسیدن و نهایت مشکل و مغلق است. حالا شما فکر خواهد کردین که تایم یعنی ساعت یا دقایق. شما میدونین که ساعت از حرکت زمین به دور محورش به وجود می آید، ولیکن اگر زمین به دور محور خود چرخ نخوره، ثابت بانه، همیشه روز باشه و یا همیشه شب باشه، آیا تایم و وقت نمیگذره؟ میگذره، باز هم تایم میگذره. و اگر زمین به دور آفتاب هم نچرخه، سال هم به وجود نمیه، نه سال به وجود میه و نه روز به وجود میه، همیشه به یک حالت میباشه و خواهد بود، ولیکن باز هم وقت میگذره. پس وقت یا عصر یک پدیده نهایت مغلق و منظم و مؤثر است که خداوند متعال علم خود خلق کرده و در کنترل کامل و مطلق ذات اقدسش است و بس. حالا ببینیم که انسان کیست. والعصر ان الانسان. ببینیم انسان کیست. وقتی نشانه هیچ از انسان و بشریت نبود، خداوند متعال اراده فرمود که موجود جدیدی را از نیستی به عالم هستی به قدرت کبریایی خود، به دست ذات اقدس خود که هرچی بخواهم میتانه، از نیستی هستی میتونه بیاره، از هستی به نیستی میتونه ببره، خلق کرد و فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، اینی جائلون فی الارض خلیفه. جای زندگی ما رو تعیین کرد، فرمود که موجود جدیدی رو خلق میکنم و پیش از اینکه خلق کنه خانهش، جایش تعیین کرده بود. علم ذات اقدس است. و چنانچه ما شما امروز زندگی میکنیم و میبینیم که چی جای کاملا مناسب برای زندگی ما خلق شده و خلق شده بود، که در اینجا اتمسفیر وجود داره، آب وجود داره، در عین زمان، در اینجا زمان وجود داره، تایم وجود داره، و در اینجا خداوند متعال تایمینگ ای مکان را 24 ساعت خلق نموده بود. در دیگه کرات دیگه تایمینگ هاست، دیگه موضوعات است، ولیکن برای ما انسان ها خداوند متعال مکانی را در عالم هستی
مناسب دید، خلق نمود و در عین زمان در اینجا تایمینگش 24 ساعت خلق کرد، یعنی در دیزاین خداوند احسن الخالقین چنان بود که این زمین باید به دور محور خود در هر 24 ساعت یک بار بچرخه، که به وجود آورنده شب و روز است. شب و روز ما 24 ساعت است و در این زمان این کره را چنان خلق کرده بودند که باید به دور آفتاب به یک مدار خاص بچرخه که به وجود آورنده سال باشه. و در این زمان وقت ما را خلق کردن دارای این چنین یک بادی، یک وجود فیزیکی خلق کردن، در اندرون وجود فیزیکی خداوند متعال اصل های را، یا بگم اصل های متافیزیکی را جا به جا کردن، تا اینمی وجود، اینمی صندوق وجود انسان من حیث انسان در این کره فعالیت داشته باشه، من حیث نماینده خداوند در اینمی کره زمین فعال باشه. پس این دو اصل عبارت بود از روح انسان و نفس انسان که رول عمده در فعالیت های انسان داره و داشته همیشه. پس انسان را خداوند متعال دارای اینی وجود فیزیکی و در وجودش دو اصل را که یکی از عالم قدس یا عالم باقی یا حضور خداوند متعال گذاشته شده، که این اصل همواره انسان را به طرف امو عالم، به طرف نیکویی نمودن، انجام دادن فعالیت های نیکو، فعالیت هایی که به نفع خودش و به نفع جامعه بشری باشه و به خاطر رضای خداوند متعال باشه و وسیله نزدیکی یا قرب انسان به طرف خداوند متعال شوه وجود داره. و در عین زمان نیروی دیگه در انسان به نام نفس جاگزین کردن، که این نیرو به خاطر که از زمین خلق شده، هر کسی که دور ماند از اصل خیش روزگار باز جوید وصل خیش، همواره کوشش کنه که دوباره به می محیط، به می زمین وصل شود. پس در انسان یک جنگ و کشمکش در وجودش جریان داره. این انسان اینیست. انسان یک موجوده که یا یک صندوقی که در اندرونش دو قوه، یکی همواره میخواهد انسان را به طرف عالم قدس، به طرف انجام دادن اعمال نیکو و بالاخره با وصل شدن به خداوند متعال میکشانه و مجبور میسازه، و برعکس نیروی دیگه در انسان همواره کوشش داره که انسان را از عالم باقی قطع بسازه،
فراموشش کنه، یک موجود بسازی که تو گویی دمی زمین خلق شده، دمی زمین زندگی میکنه و هیچ ارتباط با عالم بعدی، عالم بقا و یا با خداوند متعال نداره. پس دنیا، جایی که ما زندگی میکنیم، به دیده جوان مردان مؤمن از ابتدای مکلفیت تا آخر فنا سراچه امتحان بوده. پس اینجاست که ما انسانها را خداوند در معرض امتحان قرار داد، یا بگویم خداوندی که هیچ چیز را علیاذ بالله به هدف خلق نمی کنه، جهان را به یک هدف خلق کرد، ما را به یک هدف، ما را به هدف امتحان نمودن خلق کرد. اراده فرمودن که یک موجود جدیدی را خلق میکنن در مکان مخصوص با شرایط مخصوص و در اینجا در معرض امتحان قرار بگیره. چطور امتحان میشه؟ با موجود تمی دو قوه متضاد در وجودش انسان امتحان میشه که آیا به خواسته های روحی، معنوی، قدسی، ملکوتی، آسمانی و تقرب به خداوند جواب میگه و یا به خواسته های زمینی، مستغرق شدن در عالم فانی و نفسی خود جواب میده و مصروف است. و انسان اکتور رولگردانی است. در اینجا انسان مانند یک مووی ستار، مانند یک ستاره فیلم فعالیت دارد که در عین زمانی که این فعال است، در جلو کمره های خداوند هم قرار داره تا فیلمش باید پر شود. پس انسان اکتور رولگردانی فیلم خدا است و این فیلم زندگیش در طفلی، جوانی، پیری و حالات مختلف که عبارت از صحت و مریضی و آزادی و محبوسی و پولداری و غریبی و غیر حالات، این باید فیلم باید پر شود. پس به خاطری که حالات تغییر کنه، طفل بودیم باید جوان شویم، جوان بودیم باید پیر شویم، باید یک بعد ای جهان تایم بوده باشه. پس خداوند متعال وقتی ما را به زمین آورد، یک تایم یا عصر هم خلق نمود و ای جهان را تابع وقت ساخت، باید تماما قوانین فیزیکی، دوران زمین و فعالیت های بیولوژیکی در وجود ما، در بیرون، در فیزیولوژیکی تابع یک اصلی که عبارت از تایم است باشه یا وقت باید باشه. هر چیزی باید زمانگیر باشه. اگر ما به جهان آمدیم من حیث یک طفل، باید زمانگیر باشه که ما آهسته آهسته باید کلانتر شویم و بالاخره جوان شویم و او فعالیت هایی را که ما در طفلی کردیم فیلم پوری شد و باز ارزیابی میشه و حالا این فعالیت های ما در جوانی دیده میشه. آیا در جوانی، در وقتی که ما پر از انرژی هستیم، پر از قدرت فیزیکی هستیم، در قله شامخ
حیات خود هستیم، در زمان خوشی و نشاط زندگی خود هستیم، آیا ما چه قسم فعالیت میکنیم، چی گفتار میکنیم و این وجود فیزیکی خود چه قسم استعمال میکنیم و غیره. پس والعصر ان الانسان، میبینین که عصر و انسان چی یک رابطه ای داره که ما به خواسته های روحی خود و خواسته های نفسی خود که همواره ما را تحریک میکنن در طفلی چه قسم جواب دادیم. طفل بودیم نمیدانستیم، در جوانی چه قسم جواب دادیم. باز وقتی که پیر شدیم و از فعالیت افتیدیم، در این چی وقت، در این وقت چه نوع باز هم به نمی خواسته های روحی و نفسی خود جواب میدیم و با قوه نفسی مقاومت میکنیم و با خواسته های روحی خود با وجود موانع و مشکلات جواب میدیم. پس اینجا والعصر ان الانسان، پس ما کم کمی در مورد عصر یا تایم دقت کردیم، نهایت سرسری، و در این زمان دیدیم که انسان کی است و چی است و خود را کم کمی شناختیم. حالا میریم به قسمت بعدی. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خساره است. حالا ببینیم دوستان از اینکه خساره چی است، چرا خساره میکنیم. ببینین تایم یا وقت رول عمده در زندگی ما داره. طور مثال دیروز اگر ما مصروف کار بودیم، مصروف فعالیت بودیم و چیزی آید پیدا کردیم از دیروز، 200، 300، 5000 هر چی کردیم، پس ما از دیدگاه مادی از دیروز فایده کردیم. و اگر ما هیچ کار نکردیم و یا کار پیدا نتونستیم کرده، پس ما میگیم دیروز ما ضایع شد، رفت دیگه، دیروز خود نمی آید. دوستان عزیز متوجه می شید که مکان است، در مملکتی که هستیم تغییر نکنه. چیزی که رفت تایم است، رفت دیروز، رفت و یا بگویم جوانی ما رفت، دوباره بر نمی گرده. ببینید که تایم یا وقت چقدر رول عمده بالای زندگی ما. حالا ما تنها از دیدگاه مادی نگاه کردیم، هدف قرآن کریم از دیدگاه معنوی و عروج روحی و جواب دادن به خواسته های روح ما و مقابله نمودن با خواسته های نفسی ما است و بس. پس در گذشت زمان ما یا به خواسته های روحی خود جواب میدیم که مثال های چندی گفتیم، بازم مثال میگیم. طور مثال عبادت نمودن و به یاد خداوند متعال بودن یکی از خواسته های روح هست، ولیکن تنها از نعمای خداوند استفاده نمودن و خالق را فراموش نمودن از خواسته های نفس است. پس
با گذشت زمان چقدر یک ما به خواسته های روح خود جواب دادیم، زمان گذشته بگذره، ما رشد کردیم، ما حتی از زمان کرده هم سریعتر رشد کردیم. روزها گر رفت گوره و باک نیست، تو بمان ای آن که جستو پاک نیست. ولیکن اگر ما خواسته های روحی خود نادیده گرفتیم، تنها به خواسته های نفسی خود جواب دادیم، پس ما در وجود خود نفس را رشد دادیم و روح را که وسیله وصل ما به خداوند متعال است، وسیله حیات معنوی ماست، تضعیف کردیم. پس می‌بینید که تایم یا وقت چی رول عمده و تأثیر بالای رشد قوه مخالف در وجود ما و تضعیف و یا رشد قوه ابدی آسمانی ملکوتی خدایی در وجود ما داره. پس دیدیم دوستان عزیز که والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان کیست و عصر چی است و عصر چی رول و نقش عمده داره بالای از این که آیا ما انسان ها، ما مخلوقات شریف در روی زمین، ما نماینده های خداوند متعال در مسیر هدف خلقت خود حرکت کردیم یا در مسیر مخالف هدف خلقت خود؟ با گذشت زمان ما حرکت میکنیم، مثل که شما در یک موتر شستین، شما 2 ساعت حرکت کردین، 2 ساعت گذشته، ولیکن شما مسافه رو فهمیدین، خوش هستین. هرچی زمان زودتر بگذره شما خوش هستین. چرا؟ مسافه بیش و بیشتر تعیین میکنیم و به هدف میرسین. این چنین چقدر یک زمان میگذره و ما به خواسته های روحی خود متوجه میشیم، جواب میدیم و خود را میشناسیم و جلو خود را، چنان که مثل جلو یک حیوان را میگیرین، شما جلو یک موتر را میگیرین، جلو از این نفس ظالم را و خواسته های شومش را گرفتین، پس شما در مسیر هدف خلقت سفر کردین و خوشا به حال شما که زمان گذشته و شما به سرعت بلندتر از سرعت نور حرکت کردین. و یا اگر برعکس خدا نخواسته، شما خواسته های روحی رو نادیده گرفتین و خدا نشناختین و فکر کردین که تنها همی یک قوه است و ما باید به می قوه جواب بدیم و در مسیر خواسته های بی قوه نفسی حرکت کنم، پس ما به جهت مخالف در حرکت شدیم، وقت و تایم گذاشته، ولیکن ما از هدف دورتر شدیم. اینجاست که ما خساره کردیم و باز هم این خساره را ما در دقایق چند، در کلمات چند شرح نمیشه. نهایت بزرگ و مغلق است. تنها به خاطر کلمه شرح باید ساعتها و هفتهها و ماهها تا بگویم باید شرح کنیم تا واضح شود. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم به قسمت دوم سوره والعصر. لطفاً با ما باشید. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت
خوشبختی دو جهانی. کله چې انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورینې کورې ته راواره او سرګردانه شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاوو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغه ده هغو طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخبرونه پو منظم و دیویدیگانو که د پیژندل شوی لوړ متفکر او تک هم بلغ استاد معتصم بالله مذهبی په عارفانه او له شور و زوږ نه ډکو ویناو او خبرو کې له پیل نه تر پایه پورې ترتیب او ځای په ځای شوی دی. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا، در کانادا و در افغانستان تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی. سلام های مجدد خود را حضور دوستان تقدیم میکنیم. میرسیم به قسمت دوم سوره والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گفتیم والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ها همه در خساره و زیان هستند. دوستان عزیز، آیا کسی در ما بین ما انسان ها هست که بخواهد زیان و نقص در جهان بکنم؟ فکر نمی کنم. پس آیا زیان و نقصی را که خداوند متعال یاد می کنه و او نه تنها زیان و خساره در این جهان است، بلکه خساره و زیان و نقص ابدی در او جهان است، کی خوش داره که این نوع زیان را متقبل و متضرر شوه؟ کسی نیست. ولیک چرا انسان مصروف آن نوع فعالیت هاست، آن نوع گفتار است که باعث خسارش میشه؟ در خود میبینیم، در دوستان میبینیم، در جهان میبینیم. آیا شما نمیبینین که قتل انسان به دست انسان صورت میگیره، به جای حیوانات وحشی و حادثات طبیعی به دست انسان صورت میگیره؟ و این دیزاین سیستم های کشنده اقتصادی در ممالک به اصطلاح پیشرفته همچنان تمامن افراد مملکت را بدون کارت کشته و دیگه سیستم های اخلاقی و فرهنگی که یاد نمیتونیم ازش کرد. پس انسان واقعا در خساره است.
و مسلمان آگاهی هم داره، غیر مسلمان خو آگاهی نداره. و این سوره را کیس که نخوانده و کیس که معانیش نمیفهمه. پس معلوم است دوستان عزیز که در وجود ما یک نیرو وجود داره که اونمو نیرو ما را نمیگذاره که ما متوجه از حقیقت شویم، که ما به جهت منافع دنیاوی و اخروی خود حرکت کنیم. همواره ما را به جهت مخالف در حرکت می‌داره و فعال می‌داشته باشه. که اون نیرو عبارت از نفس است که در ما نفس وجود داره. پس خودشناسی، آگاهی از اندرونی صندوق بسیار اساسی و فندامنتال در مسیر دین و روحانیت و خداپرستی و زندگی پر سعادت در جهان است و می باشد. به این خاطر نبی علیه السلام فرمودند که من عرف نفس فقد عرف رب. هر کسی که خود را شناخت، خدا را شناخت، پس خدا را که شناخت و از خساره نجات یافت. خب حالا فرمودند که همه انسان ها در خساره هستند و این خساره باید ما متوجه شیم و خیلی تکان بخوریم که خدایا این خساره که تو میگی از دیدگاه تو خساره است، چه خساره باشه که تو منعم مستی، تو حیات و مماتم به دست تو، روزیم به دست تو، و اگر تو زندگی مرا خساره میگی پس به این معنا که روزی من مقید میسازی و یا روزی به قسمی میدی که به نقصم باشه و زندگی مرا به قسم عیار میسازی و یا عیار میشه که باز از دیدگاه خودم به نفعم باشه، از دیدگاه خیلی ها کوتا و جهولانه خودم به نفعم باشه، از دیدگاه تو علیم و حکیم و قدیم و رب ما او به نقص ما است. پس خبر خوش در اینجا است که نه همگان در خساره هستند، به شرطی که ما خود را به صلاح ایمان مجهز بسازیم و یا به زیور ایمان مزین بسازیم. ببینیم مال ایمان خیلی چی است، ایمان چی است و چطور به دست میاد و زمان چی تأثیر داره بالای ایمان و ما کی هستیم که در ما ایمان تقویه میشه و با وجود میه و وسیله نجات ما میشه، نجات ما از خساره در این جهان و در او جهان ابدی میشه. دوستان عزیز ما کمی اشاره به محتویات معنوی اینی صندوق کردیم و گفتیم که نهایت مهم است که در این صندوق خداوند متعال روح را دمانیده و نفس را گنجانیده. پس ما چقدری که از خود خبر میشیم و خواسته های نفسی خود را زیر تجزیه و تحلیل قرار میدیم و بعضی از اونا را سانسور میکنیم که بسیار ناخوشایند بر ما تمام میشه و برعکس به خواسته های روحی خود که بسیار ثقلت بالای ما میاره جواب میده. مثال بگو، خواسته نفسی ماست که با اونو دوست ما که روز به ما دشنام داده بود ما قطع رابطه کنیم و اگر ما این کار میکنیم به نفس ما مثل که غذای شیرین را دادیم. اگر ما برعکس حرکت میکنیم میگیم نه
ما این خواسته نفسی خود برآورده نمی سازیم. خواسته روحی است که تو نفس را زیر پا بگذار، برو با او دوستت مراوده کو، دوستی کو، عفو کنیش. ما به خواسته روح اگه جواب دادیم، پس اینجا ما روح را در خود رشد دادیم، یعنی ایمان را در خود زنده کردیم. یک مثال گفتم، همچنان ابراهیم علیه السلام یک نمونه زنده بر ماست که او به طرف اینی جهان سرسری نگاه نکرد. پس بر ماست که وقتی آفتاب برآمد را میبینیم و در او آفتاب برآمد یک پیام وجود داره بر ما، متوجه شد. نه تنهایی که صبح شد باید بریم به کار، باید روز را آغاز کنیم، بلکه پیامی که آفتاب برآمد به ما داره متوجه شد. او عبارت از ایست که آفتاب برآمد، ساعت بعد در وسط آسمان میاید و ساعت بعد هم غروب میکنه. آیا آفتاب در حرکت است؟ نیست. پس چی مکانیزمی را خداوند متعال طرح کرده، تطبیق کرده و قایم نگه داشته که این آفتاب هر روز پیش چشم ما طلوع کنه، حرکت کنه، غروب کنه، طلوع کنه، حرکت کنه؟ به این معناست که زمینی که ما و تو بالای زندگی میکنیم، 8 بیلیون انسان زندگی میکنه، تریلیون ها مخلوق دیگه زندگی میکنه، تریلیون ها درخت زندگی میکنه، موتورهای ما در حرکت است، تیارات ما در پرواز است، در عین زمان این زمین به دور محور خود در حرکت. پس اینی پیام آفتابی است که ای انسان، این زمینی که تو بالای زندگی میکنی، افتخار به داشتنی های خود میکنی، خانه خود، فامیل خود، به مقام شهرت خود در حرکت است و تنها خداوند متعال ایره در حرکت آورده و در حرکت نگاه میداره و به خاطر تو ای انسان خداوند متعال ایره در حرکت آورده و چنانچه گفتیم که فرمودند که اینی جائلن فی الارض خلیفه، پیش ازی که ما را خلق کنه زمینی خلق کردن، زمین را به دور محور در چرخش آوردن، ما را اینجا آوردن. به ای باره دیگر، چقدره که ما با عالم هستی از دیدگاه خداشناسی دقت میکنیم، کوشش میکنیم که خلقت را دیدیم، خالق را جستجو کنیم، زیبایی را دیدیم، عاشق خدای شویم که زیبایی آفریده. چو خوبرویان را دیدی عاشق حسنش مشو، حسن او بر دل گیر، عاشق نقاش باش. عاشق از او زیبایی در دختر یا در بچه شدیم، بیاد بیاریم خداوند متعال او را از یک سلول که بعد چین دیده نمیشه خلق کرد و باز در ماهای سوم چهارم در شکم مادر خود یک شکل بسیار وحشتناک داشت. او را خداوند متعال به دست خود، بدون اینکه مادر و پدر نقشی داشته بوده باشند، به یک طفل نهایت زیبا صورت دوست داشتنی تبدیل نمود. بازو تولد شد، باز جوان شد، باز یک دختر نهایت زیبا شد و باز ما بدنش عاشق شدیم و با دور از او چرخیده میریم و او محور ما شد. و یا دختر هستیم، با دور محور بچه زیبا صورت جز زندگی ماست. ولیکن ایمان یعنی دست خداوند را در اونجا دیدن، دست خود را وانده نادیده نگرفتن است. پس هر کسی که
از خلقت خالق را جستجو کرد، از زیبایی خالق زیبایی عاشق شد. اینا در خود ایمان با وجود میارن و ایمان را رشد میدن. به یه باره دیگر بگم، از خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی یعنی که در وجود ما چوی نیروهای مستقر شدن و این کماند یا قمانده ها و خواسته ها و که از اندرون ما نشأت میکنه، این را باید گوش کنیم، با گوش دل گوش کنیم با او خواسته هایش که به نفع شخصی ماست، به نفع آرزوهای نفسی و شهوانی ماست، جواب ندیم. استقامت کنیم، مقاومت کنیم، مقابله کنیم، با خود مقابله کنیم و با او خواسته های روحی ما که جواب نمیتیم و اونا را تجاهل میکنیم، باید دقت کنیم و حتی الوسع و یا حتی بلندر از قدرت خود باید با او جواب بدیم و اونا را دفعتاً عملی کنیم، با وجودی که با بالای ما ثقلت میگذارن. مثلا کمک های مالی پولیز به دیگران میکنیم، جانی میکنیم، یا علمی در خود در خدمت دیگران قرار میدیم. و یا چنانچه علامه اقبال میفرمایند که پیش غیر الله لا گفتن حیات، تازه از هنگامه او کائنات. در گفتن حق، در پیاده نمودن عدالت، جان خود را در خطر میندازیم. پس ما ایمان را در خود تقویه کردیم و ما از این خسارت نجات یافتیم و همچنان گفتیم که خدا شناسی، رحمت بی اندازه او جل جلاله در جهان دیدن. وقتی ما محبت و عشق به اندازه مادر را که هیچ قابل درک نیست به طفلش می‌دیم، چه متوجه شیم که این عشق مادر یک ذره از آسمان‌های عشق خداوند نیست. بس خداوند متعال چی عشق و چی محبت و چی ربوبیتی به مخلوقات خود داره. پس از دیدن عالم هستی و تعمق کردن، توجه کردن، ما خداشناس باید شویم و میشیم و همچنان از شناخت خود خودشناس میشیم و با خود در مجادله و مقابله میشیم. پس از خودشناسی، از خداشناسی، ما در خود ایمان را زنده میسازیم و رشد میدیم و این ایمان وسیله نجات ما از خساره در این جهان میشه و در او جهان. در این جهان چطور؟ بدین معنا که ما مطابق نرم ها و خواست خدای خود زندگی میکنیم و در حرکت میماشیم و دار ندار خدا بعد از یک ضروریات معرفه شد در خدمت مخلوق خدا به خاطر خوشنودی او می گذاریم. این یک انقلاب در ما می آید. تا به حال ما به این جهت حرکت داشتیم، حالا با زنده نمودن ایمان در وجود به جهت مخالف در حرکت می شیم. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. پس وقتی ایمان در ما آمد، بینش ما تغییر کرد، انقلاب در ما آمد، مرده بودیم زنده شدیم، به احساس بودیم احساس پیدا کردیم به دیگرها، به درد دیگرها، اینجا
هر نوع فعالیت ما، هر نوع هر کلمه که میگیم به نفع اجتماع تمام میشه. به عبارت دیگر ما توان زیر پیدا میکنیم که عمل و صالحات، عمل خوب کنیم. طور مثال بر شما بگیم، ما یک سخنران هستیم، سخنرانی خود میکنیم. آیا این سخنرانی ما از دیدگاه خداوند متعال عمل صالح بود و یا فاسد؟ این موضوع جداگانه است. او عمل صالح وقتی میشه که ایمان در ما به وجود آمده باشه و نه تنها سخنرانی میکنیم بلکه در اندرون هدف ما، در این قلب ما هم پاک است، به خاطر نفع اجتماع، به خاطر رقابت ها نیست. رقابت ها را ما زیر پا گذاشتیم، تنها به خاطر رفای مردم است، به خاطر شهرت خود ما نیست، به خاطر شهرت خداوند است که ما را قدرت تکلم داده. پس اینجاست که عمل صالح میشه، عمل ما به خاطر خوشی خداوند متعال میشه، به خاطر رفای اجتماع میشه، عمل صالح میشه. ایمان عمل را صالح میکنه. این چنین شما یک جای پول مصرف کرد، 100,000، 1,000,000، هرچی مصرف کردیم، این پول آیا وسیله شهرت شما شد؟ وسیله شکستاندن رقیبای شما شد؟ وسیله به قدرت رسیدن سیاسی شما شد؟ و یا تنها به خاطر بهبود زندگی اجتماع کردین، تنها به خاطر خدای کردین که او بر شما پول را داده؟ بین عمل فاسد، عمل صالح. عمل فاسد ما را از خداوند دور می سازه و ما را زیانکار می سازه. یعنی پول ما مصرف شد، وقت ما در مطالعه و تحقیق گذشت و ما اینجا آمدیم لکچر دادیم، ولیکن از دیدگاه خداوند متعال که یگانه ثواب دهنده و اجر دهنده است، ما زیان کردیم و ما دورتر رفتیم. پس عمل صالحات و تواصل بالحق. حالا که ما در ما ایمان زنده شد و ما به فضل خداوند متعال به وسیله ایمان خود توان زیر پیدا کردیم که پول خود را، علم خود را، جسم خود را، دارایی خود را در خدمت مردم قرار دادیم، حالا باید از این موقع طلایی استفاده کنیم که دلهای مردم هم به دست آوردیم. حالا باید در انسانها نور ایجاد کنیم، اونا را از تاریکی به روشنایی بریم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی اونا را خداشناس بسازیم، اونا را متوجه بسازیم. ما کدام خدمتی نکردیم، ما یک وسیله بودیم. خداوند متعال بود که به شما توجه داشت، خداوند متعال است که خالق شماست، خالق ماست، غزارسان ماست. پس ما باید انسانها را به خداوند متعال کنکت بسازیم، یا وصل بسازیم، رابطه بتیم، بر رب العالمین رابطه بده، کی سبب
زنده شدن ایشان میشه، حیات معنوی پیدا میکنند و یگانه وسیله آرامی و تسکین در دلشان میشه. چرا دل در جستجوی معشوق اصلی است و بس، و تا دل و دل انسان با محبوب حقیقی معشوق اصلی راه پیدا نکنه که ثروتمندترین انسان دنیا، دانشمندترین انسان دنیا، مقتدرترین انسان دنیا باشه، نارام است و بس. پس ما تواصل بالحق میکنیم و حالا توقع خواهد داشتیم که ایمان در ما با وجود آمد، ما اینک خود را در خدمت مخلوق خدا قرار دادیم و انسانها را از تاریکی به رشد آوردیم، باید زندگی ما نهایت راحت بدون مشکلات سپری شود. خداوند متعال میخواهد که از یک جام شراب معنوی ابدی نهایت نادر و کمیاب دیگه خود هم ما را سرشار بسازه و نشه ابدی بسازه، عاشق خود بسازه. که عبارت از شراب صبر است که باید ما در مقابل مشکلات کاله توقعش نداشتیم، انتظار نداشتیم، میایه باید صبر کنیم، تحمل کنیم، با زشتگویی دیگرا صبر کنیم، با فعالیت های ضد دیگرا با مقابل ما باید تحمل کنیم و دیگرا را همچنان با صبر و شکیبایی تشویق کنیم. اینجاست که ایمان، عمل نیکو، فعالیت های مفید، توصیه نمودن دیگرا به خداشناسی، خودشناسی و بالاخره توصیه نمودن دیگر را با صبر و خود ما در مقابل مشکلات صبر نمودن، نه تنها به زبان شکایت نکردن بلکه در دل هم شکایت نکردن، با وجود همه مشکلات باز هم پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو. با وجود اینکه در دل مشکلات را متحمل میشیم، زشتگویی دیگران را، کارشکنی دیگران را، باز هم باید ما به دیگران از شهد و شکر، یعنی باز هم از عشق به پایان خداوند، از ربوبیت خداوند به هر سبزه و هر دانه و به هر سلول وجود ما صحبت کنیم و اونا را هم به عشق بی پایان خداوند متوجه بسازیم. دوستان عزیز، خدا کنه که از این تشریحات نهایت مختصر، سرسری و پر از نقصان ما استفاده کرده باشین و از خداوند متعال استغفار میکنیم که ما کلام ربانیش با زبان مقدر و توان نهایت ناچیز خود شرح کردیم و از شما معذرت میخواییم که اشتباهات شده باشه. پس در هر کجای جهان که هستین، روزهای خوش، مثمر، معنوی، علمی، روحی و پر از خدمات برای جامعه بشری میخواهیم. تشکر از وقت گران بهای شما. خدا حافظتان.